دوستان سلام، میخوام چند تا چوب معروف در ایران رو بهتون معرفی کنم که در هنرهای چوبی مخصوصا معرق خیلی مورد استفاده قرار میگیره. ادامه رو با من باشید، احتمالا واسهتون جذاب خواهد بود. خب اولین چوبی که میخوام بهتون معرفی کنم چوب کرات هست. وقتی رنگ میخوره، رنگ پیور میخوره و یا وارنیش میخوره به این شکل در میاد. چوب بسیار خوش رنگ، خوش نقش، رنگ مایل به نارنجی داره و رگاش بسیار مشخص هست. چوب بسیار سفت و محکمی هست و از جمله چوبایی است که به سختی بیت میزنه و وقتی این رو سنباده میزنید بسیار بسیار زیبا میشه و به این درخت درخت کرات میگن و در نواحی شمالی ایران خود درختش هم ریخته خیلی جالبی داره، تیغ‌های خیلی بلندی داره و دونه هایی به صورت لوبیا شکل و بلند داره که از اون طریق تکثیر میشه. درختش هم خیلی آفتاب دوست است. چوب بسیار سفتی داره و در خونهای سنتی در نواحی شمال ایران از چوب این درخت به عنوان ستون استفاده میشده. بسیار در برابر آفات، در برابر رطوبت و آفتاب بسیار بسیار مقاوم است. چوب خیلی هم سنگینی داره. چوب بعدی چوب درخت عناب هست. اگر عناب قبلا دیده باشید احتمالاً تعجب میکنه. عناب به صورت تک رنگ و دو رنگ وجوده. معمولاً برون چوب عناب به رنگ زرد هست و درون چوبش به رنگ قرمز و جگری هست که جلوتر هم بهتون نشون میدن. این چوب درخت میوه عناب هست که بیشتر در مناطق کویری رشد میکنه. چوب بسیار چگالی است. برشش خیلی سخته، خیلی سخته و بسیار خوش رنگ هست و در خیلی از هنرها استفاده میشه. چوب رامی نیست اما بسیار خوشکار هست و برای قطعات ریز مثلا در هنر معرق میتونید از این چوب استفاده کنید. چوب بعدی چوب درخت گیلاس هست. ببینید وقتی رنگ میخوره به این شکل در میاد. این گیلاس وحشی هست که به این رنگ در میاد، رگدار هست، نقش داره و وقتی سنباده میزنید گردش معمولا باعث عطسه میشه. چوب بعدی درخت بسیار عجیب و بسیار زیبای سردار یا سرخدار هست. به این شکل هست، برون چوبش زرد هست و درون چوبش به قرمز و نارنجی میزنه. رگدار هست و جزو خانواده سوزنی برگان هست، جزو گونه‌های محافظت شده هست. چوب بسیار گرونیه، بسیار خوشکار و خوشنقشه و مثل یک جواهر در کارهای چوبی میدرخشه این چوب. گزینه بعدی باز هم عناب هست. چوب بسیار چگالیه. برون چوب زرد رنگی داره عناب، درون چوب قرمز مایل به جگری داره و وقتی وانیش میزنین، ایمپولستر میزنین به این رنگ در میاد. خوشتراش نیست، خوشکار نیست اما قطعات ریز رو همونطور گفته خیلی خوب میتونین باش در بیارین. خیلی چگالی بالایی داره و به سختی شما میتونین رو برش بزنین. برش این عناب ها واقعا برای خودش چالشی است. چوب بعدی ممرز است که به این شکل در اومده و به این حالت گلباقلی میگن، ممرز گلباقلی. البته افرا هم که حالت گلباقلی میشه به همین شکل در میاد و تشخیصش خیلی سخته و باید از نزدیک ببینید. چوب بعدی ما درخت توت هست. یه نکته ای داره. شما وقتی توت رو برش میدید، چوب توت رو برش میدید، پس از یه مدتی وقتی در معرض هوا قرار میگیره دچار هوازدگی میشه و رنگش یه حالت قهوه‌ای رنگی پیدا میکنه. اما اون رنگی که سنباده بزنید زیرش یه حالت زرد رنگی پیدا میکنه، مگه اینکه چوب مدت زیادی در فضای بیرون بمونه و کاملا خوش بشه تا کل چوب به یک رنگ در بیاد. ببینید چوب وقتی رنگ میخوره به این شکل در میاد، رگدار هست، نقشدار هست و از چوبای بسیار پرکاربردی در کلن هنرهای چوبیه. چوب گردو هست، نقشدار هست، طیفای رنگی مختلف داره. جالبه بدونید که گردو بیش از 300 تا طیف رنگی داره، از سفید تا کاملا مشکی. و نکته جالبتر این که ما فکر میکنیم که آبنوس تیره ترین چوب دنیا رو داره، در صورتی که تیره ترین چوب دنیا رو نوع خاصی از گردو داره. و باز هم گردو هست. گردو با توجه که در چه شهرستان و استان رشد میکنه و در چه ارتفاعی رشد میکنه شکل چوبش متفاوت هست. علاوه بر اون که با توجه به اینکه گردو رو چوبش رو از کدوم قسمتش برمیدارید، از سرشاخه، از تنه بالایی، از تنه بانی یا حتی از ریشه، نوع نقشش و رنگش کاملا متفاوت
خواهد بود. مثلا این نوع گردو با این نقش معمولا مربوط به ریشه درخت گردو هست و برای ساخت قنداق فوق‌العاده است. و اینجا ما جوش درخت توسکار میبینیم. به این حالت دوستان، حالت در واقع بهش میگن چشم پرندی یا برد آیز میگن و یه حالتی هست که در ایران هم به حالت جوش معروفه. این جوش درخت توسکا هست. برای درخت‌های مختلف ما میتونیم جوش داشته باشیم. مثلا افرا هم جوش داره که اون کیکم هم گفته میشه، یا مثلا ممرز هم جوش داره، بلوط هم در جوش داره و در هنرهای چوبی بسیار زیبا و پرکاربرد است. در صنایع خیلی کم از جوش استفاده میشه. درخت بعدی چوب انجیلی هست یا آیرون وود هست. این چوب بومی مناطق شمالی ایران هست، در جنگل‌های هیرکانی. چوب نسبتا سختی داره، صورتی رنگ کم رگه هست و به این شکل بسیار خوشتراش هست با مغار، با چاقو و حتی با اره. چوب بعدی که اینجا دارید می‌بینید، چوب درخت عرعر هست که باز هم بومی مناطق شمالی ایران هست. گونه‌هایی از اون در توسط شهرداری و در شهرهای مختلف هم کاشته میشه. چوبش و درختش بسیار زود رشد هست و این آفت رشد میکنه. اما این رنگ آبی که اینجا میبینید وقتی ایجاد میشه که چوب دچار باختگی شده باشه. به این حالت میگه حالت باختگی، وگرنه به صورت معمول چوب درخت عرعر یه چوب تقریبا سفید مایل به زرد هست. چوب پردوامی نیست و خیلی زود میشکنه. برگ خیلی خاصی داره و شاخهای جوانش مغز پوکی دارن. این چوب رو من خاطرم است که در رودخانه پیدا کردم. داشتم رد می شدم، دیدم یه تکی چوب از رودخانه زده بیرون و چوب آوردم بیرون، اره کردم، اسلایس کردم و شده این. در معرق هم جایی که بخوان رنگ آبی رو نشون بدن از این چوب استفاده می کنم. چوب بعدی چوب درخت انار هست که اگر انار نداشتید میتونید به جاش از چوب زرشک هم استفاده کنید. تقریبا در یک رده رنگ هست و چوب بسیار چگالی بالایی داره. وقتی برش میدید یه بوی تقریبا بدی داره، حالا از نظر من بد هست و خیلی سفت چوبش، خیلی محکمه و برای کار ریز هم جواب کارتون میده، کار ریز و کوچک. و نکته‌ای که باید دقت کنید این که این چوب رو اگر در معرض هوای آزاد قرار بدی، خیلی بهش توجه نکنید، خیلی شدید مورد علاقه کرم‌های چوبخار یا حشرات چوبخار هست و خیلی علاقه دارم به چوب این درخت، یعنی چوب درخت انار. معرفی تموم شد، امیدوارم خوشت اومده باشه. دوست داشتی شیر کن با دوستان دیگرت، لایک هم فراموش نشه.